رهبران نظامی گفتند که نیروهای امنیتی عراق امروز دوشنبه با آغاز عملیات برای بازپسگیری شهر فلوجه از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی و دژ مستحکم آنان از نقاط مختلف یورش برده اند. با آغاز مبارزه، نگرانی روی گیر ماندن افراد ملکی گیر افتاده در داخل شهر تحت تصرف داعش افزایش یافته است. نیروهای عراقی یک هفته قبل یک عملیات گسترده را به هدف به دست آوردن دوباره شهر فلوجه، یکی از دژهای نمادین داعش در ولایت غربی انبار آغاز کرده اند. نیروهای مبارزه با تروریسم حملات خود را برای به دست آوردن دوباره فلوجه از ساعت 5 امروز آغاز کردند. سربازان از جهت‌های مختلف علیه تندروان در فلوجه پیش رفتند. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید آنها گزارش‌های وحشتناک در مورد شکنجه و رنجی که افراد ملکی در فلوجه با آن روبرو اند دریافت کرده است. ما گزارش های تکان دهنده ای از افزایش تعداد اعدام مردان و پسران کلانسال که از شمولیت در صفوف جنگجویان داعش امتناع ورزیدند دریافتیم. خبر دیگر این است که تعداد زیادی از کسانی که در تلاش ترک آنجا شدند یا شلاق خوردند یا کشته شدند. فلوجه در حدود 65 کیلومتری غرب بغداد واقع شده که یکی از آخرین سنگرهای عمده داعش در عراق است. مقامات دولتی و گروه های مساعدت تخمین کردند که بیش از 50,000 نفر در داخل این شهر گیر ماندند که اکثریت آنها سنی مذهبند. تندروان کنترل فلوجه را در جنوری سال 2014 در تصرف خود درآوردند، یعنی 6 ماه قبل از آن که آنها سراسر شمال و غرب عراق را متصرف شوند. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.